صحبت های این آقا 13 دقیقهش انتخاب کردم نزدیک 30 دقیقه در صدا و سیما حرف زده اسم ایشون چیه بابک نگهداری خیر سرمون ایشون رئیس مرکز پژوهش های مجلسه یعنی چی یعنی ایشون پژوهش میکنه مسائل به صورت علمی که بذاره جلوی پای نمایندگان مجلس و رئیس مجلس آقای قالیباف و بدونن چه غلطی میخوان بکنن ببینیم پژوهش هاش در باب حمله به اسرائیل عیارش چیست و واقعا آدم اینها میرن ببینید کسانی که میرن پیش خامنه یه چیزایی میگن و این بنده خدا جوگیر میشه این دست از آدم هستن و واقعا این سطح پروپاگاندایی که پشتوانه نداره واسه میمونه که الان من همتون الان مثلا تو جیبم پول ندارم ولی ده نفر بگم هی بیام قمپوز در کنم بریم رستوران یه چیزی بخوریم و البته این دعوتی که میکنن با علم اینی که میدونم که اینا تعارف میکنن و قبول نمیکنن آخر که میگن نه آقا مثلا بریم هر کی پول خوشو بده ولی ببینی تعارف هم اومد نیمت داره تو جیبت پول نداری ده نفر رو دعوت میکنی میگه آقا من حساب میکنم همین میگن آقا خواهش میکنم بخدا رو حساب میکنی اما بیا اگه یه بار یه دفعه بگم خب تو حساب کن اون موقع چه غلطی میخوای بکنی تو که پول نداری پس ببین خامنه ای داره پوکر بازی میکنه پوکر توش پر بلوف زدنه داره پاکری بازی میکنه که پوکر رو در حقیقت بازیگرداناش قربن این اصلا بازی پوکر مال دنیای غربه تو که نمیتونی قشنگتر از اونا پوکر کنی منم پوکر آدم با امنیت ملی که پوکر بازی نمیکنه قربونت برم تو داری با موشک و پهباد و قدرت نداشته پدافند هوایی تو اینا میای با ابرقدرت های چون آمریکا و اسرائیل داری پوکر بازی میکنی این بر سر امنیت ملی ایران خیانت به ایران نیست آنها باید ببینی آقا بر سر چی داره پوکر ببین مثلا یه زمانی شما پوکر بازی می‌کنی بر سر مثلا پول تو جیبت اوکی بازی کن باختی حالا یه بلوفی یعنی هم باختی هم پول جیبتو باختی ولی یه زمان بر سر خونت بر سر همسرت شده دیگه چقدر از این پوکر بازا آخر همه چی رو میبازن بعد میگن که اگه این دست باختم تو میتونی با همسرم بخوابی آدم بر سر همسرش و بر سر خونه و زندگیش که خونه و زندگی امنیت انسانه شما بر سر موجودیتت که دیگه که خونته و رابطت با همسرته بر سر موجودیتت که دیگه نباید بری بلوف بزنی پوکر بازی کنی جمهوری اسلامی بر سر امنیت ملی ایران داره پاکر بازی میکنه تو دستت خالیه موشک ها و پدافند اینا میدونی در برابر داشته های ای کاش که این موشک های ما اینقدر قوی بود میزنی اصلا اگه لازم بود در راستای منافع ملی همه همه کار میکنی اولا که تو داری در راستای شیعه این کارا رو میکنی دوما من تمام داشته های تو که داری پروپاگاندا میکنی در برابر داشته های اسرائیل و آمریکا خودت میدونی گروه بابای من امید دانا خودت میدونی اسباب بازیه و در این عملیات آخر ثابت شد اسباب بازیه نگاه نکنید یه عده ارزشی پروپاگاندا میکنن هر چقدر بیشتر پروپاگاندا میکنن یعنی عملیاتشون ضعیف در بوده چرا اسرائیل این کارو نمیکنه ما علامه اسرائیل لام تا کام حرف نمیزنه عکسای ماهواره ای چی چیکار کرده چرا بیاد حرف بزنه آدم اگر زده باشه زیادم نیاز نیست که دادو بیداد کنه موت هی دیگه حالا الان بابک نگهداری آوردن دستاورد سازی براشون درست کنه بفرمایید آقا به نظر من این بله. رخداد وعده صادق صرفا یه رخداد نظامی نیست ام. یک حادثه است که تحولات اساسی رو اگه ما بتونیم هوشمندانه ت... خیلی هم شما هوشمندید بله بفرمایید هوشمندانه اولا که این تحول نظامی نیست منظور چیه بفرمایید راهی کنیم و ظرفیت‌های بزرگی که این عملیات بعدی صادق برای محور مقاومت به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران میتونه ایجاد کنه اگه بتونیم خوب طراحی کنیم و بهره ببریم میتونه دستاوردهای زیادی رو با خودش به همراه داشته باشه این بالاخره از نظر دفاعی و امنیتی به نظر من این یک آورده هایی رو برای جمهوری اسلامی ایران داشت اولا اینکه تقویت و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی رو ایران رو به رخ استکبار جهانی و دشمنان ایران عزیزمون کشید قدرت بازدارندگی میگه دیگه مزخرف گویی اولا که حالا پاکستان زده ولی خب حالا پاکستان قبل از عملیات وعده باطل زده اوکی بعد از عملیات وعده صادقتون چه اتفاقی افتاده اسرائیل با یه حرکت خودش هم هیچی نگفته تا این لحظه عکسای ماهوارهای گویاست که تو بازدارندگی نداری اگه داشتی اسرائیل سه تا موشک بهت ستاش هم دقیق بخوره اسرائیل یه خط در باستنت کشید که بفهمی چه خبر عملیاتی که اسرائیل انجام داد دقیق بود یه خطی کشید این دفعه گفتش که چاقو رو من میبرم انگشتم رو دیگه جلو نمیزنم فقط خط بکشم میبرم عقب عمیق بهت میزنم پارپورت میکنم بازدارندگی تا همین دو سه شب پیش از بین برد اتفاقا خارج از بحث پروپاگاندا و خارج از بحث اینکه ما با این جماعت توی دو تا جبهه مختلف هستیم و ما میخوایم اینا رو تحقیر کنیم به هر شکلی شده ولی این تحقیر نباید با دیتای غلط باشه فارغ از این جنگی که ما با اینا داریم واقعیت به صادقانه عرض میکنم منو باور کنید صادقانه عملیاتی که اینا انجام دادن بازدارندگی ایران رو به خاک داد چون تا قبل از این عملیات تماما میترسیدن از موشک ایران تمام آدم حسابی های دنیای غرب که در حوزه نظامیان دارن میگن خب این خیلی بده که جمهوری اسلامی انقدر موشک داره و میتونه بالاخره این اراده رو داره انقدر موشک بزنه و این میتونه خطر آفرین بشه ولی خبر خوب اینه که این موشک ها دقیق نیستن این موشک ها ضعیف این موشک ها خیلیشون خودشون به مقصد نمیرسن و این موشک ها در برابر داشته ما در دنیای قرب حالا نک خیلی راحت ولی به هر حال میشه اینا رو همه رو رهگیری کرد اگه براش تمهیدات بزنیم کاملا میشه اینا رو رهگیری کرد و خب اون شب هم شما 300 تا فرستادید وقتی که دیدی اسرائیل و آمریکا و فرانسه با کمک اردن همه اینا رو رهگیری کردن این در حقیقت موشک های شما رو تونستن خونسا کنن و تبدیل کنن به آهن پاره این یه واقعه شما بازدارندگی اتفاقا بعد از عملیات وعده باطل این به چوخ رفته منتها تو همچنان میخوای به پروپاگاندا کنی نون تو از این راه میخوری آقای رئیس مرکز پژوهش های مجلس بفرمایید از یه طرف دیگه بالاخره یکی از بزرگترین عملیات نظامی با فناوری های پیشرفته بود که در سطح جهان شاید نمونه های مشابهش بله. به این گستردگی <تصفح> کمتر وجود داشته باشه خب ببین این که بزرگترین عملیات بود خب آره بزرگترین عملیات حالا موشکیشو نمیدونم ولی پهپادی بوده 185 تا پهپاد فرستادم این که فاکته اونجا اینکه که اخوی سال سوال نکردید چرا شما بزرگترین عملیات پهپادی رو داشتید تا الان کسی نداشته کاری که کسی خودش رو نمیخواد مسخره کنه از اون مسافت به اون دوری که نزدیک 1700 تا 800 کیلومتره 185 تا په باید بفرستی که پنشیک سر تو آسمون دو مثلا برن به برن حرکت کنن به سمت مقصد که دیگه جوک در بیاد که آقا پهبات های جمهوری اسلامی مسیر براشون مهمه چی مقصد براشون مهم نیست مسیر مهمه داره از مسیر لذت میرن به خاطر همینه کسی حالا من نظامی نیستم ولی اگه کسی انجام نده من منطق خودم میگه اگه کسی انجام نده برای که کسی مرض نداره که پهباد اگه جا رها کنه که این تعداد عملیات تعداد رو شرایطی رها کنه که همه میدونن میخوای کاری کنی و این اصلا همه و 5 ساعت اینا تو آسمون باشه ما با این عملیات تونستیم باک های امنیتی رژیم آره دیگه این بزرگترین عملیات و اما بی خیلی مهمه ما عملیات ببین ما مثل اینا نمیتون پروپاگاندا کنیم بگیم شما بزرگترین عملیات رو نکردی آره از نظر پهبادی بزرگترین عملیات حال حاضر جهان در حوزه پهبادی توسط جمهوری اسلامی انجام شد ولی در این حال بی هم بود مزهکترین هم بود این هم باید بگی دیگه آقا پهبادای تو خون از دماغ کسی نیورده حالا برو بالا بیا پایین وقتی خون از دماغ کسی نیورده یعنی به جای پهباد شما موشک کاغذی هم میفرستدی نتیجه یکی بود الان من بفرما الان یه دونه موشک کاغذی درست میکنیم بایستی بفرمایید بفرما 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 برو این الان موشک کاغذی برو اتفاقی نیفته درست؟ تازه با شما مساوی شدم شما هم فرستادی اتفاقی نیفته ها که اتفاقی بود شما بزرگترین عملیات و بی اثرترین عملیات رو انجام دادید بزرگترین بی اثرترین آره بفرمایید سهیونیستی رو در زمینه سیستم های دفاعی و پدافندیش به طور کامل شناسایی کنیم با توجه به اینکه این رژیم مجبور شد انواع بالاخره فناوری هایی که داشت در این زمینه به کار بگیره تا بتونه این حمله پهبادی و رو خونسا کنه تقریبا باک های سیستم دفاعی رژیم سیمسی کاملا بر ما خوبیتا و مشخص شد و میتونیم روش و اینکه کسانی کن. ممکنه که کمکش بکنن این بله این که بابی عزیز مرسی با بچه استیکرایزم این از اون حرف هاست میگه که ما این عملیتی کردیم این باک های سیستم پدافند هوایی اسرائیل رو فهمیدیم این مثل این میمونه که شما یه تور بندازی تو دریا و این توره رو انداختی تو ماهیگیری قلاب انداختی بر انداختی یه ماهی رو بگیری یا یه تور بندازی یه ماهی رو بگیری ماهی رو گرفتی بعد ماهیه بهت بگه که دیدی تورتو چجوری گرفتم و تو تور منو نگرفتی تو تور من افتادی تو موشک فرستادی موشکات رهگیری شدن هیچ کدوم من موشکات نرسیدن چهار تام که رسیدن نواتیم خوردن به حتی من واژه در و دیوار نمیتونم بگم بر و بیابون خوردن به د... اه... زمین و اینا خوردن حتی به در و دیوار نخوردن بعد اه... این از زمین به آسمون نمیباره که آقای دوست عزیز فدای تو بشم رئیس مجلس رئیس پژوهش های مجلس از زمین که آسمون نمیباره ماهی که تو توره که اون تور رو اسیر نکرده که تور ماهی رو اسیر کرده موشک های تو نرسیده باک های موشک های تو معلوم شده خدای من اینا همه چی رو چرا برعکس میبینن بخیر نشون داد که در منطقه چجوری رفت رو هوا تایید میکنه آره تایید هم داره همینجوری یک دنه چرت و پرت بعد ببین این چرت و پرتایی که این میگه ما نمیخندیم. میخندیم پول نفتمونا آقا با پول نفت منو شما تو مجلس داره با این سطح بینش و با این سطح خالی بندی داره زندگی لاک ماهی 300 میلیون تا من فقط درآمد ایشون از مجلسه ماهی 300 میلیون در مجلس میگیره که این مزخرفاتو بگا یه مزخرفات اون مجری هم اگر تایید میکنه که هیچ چیالیش نیست اونم داره حقوق میگیره چند ده میلیون تومن که اینو تایید کنه یعنی اصل داستان اینه که پول ما هستش این پول مالیات و پول مملکت و پول نفت ماست که داره این پود میشه با این حرفا ما می ای میخندیم این خنده گریه بدتره که این آقا اگر مثلا با هزینه خودش من امید دانا با هزینه خودم الان دارم برنامه اجرا میکنم شما دلت میخواد منو نگاه میکنی دم تمگم لطف میکنی با پول خودم دارم این کارو میکنم تو استدیو شخصی حضرات اون آقا که با پول ملت نماینده مجلس اینجا صدا سیماست یعنی با پول من و تو دارن این چرت و رو میگن افتار میشه از طرف دیگه ما تونستیم مراکز مهم راهبردی مثل پایگاه های نیرو هوایی مثل مراکز اطلاعاتی جاسوسی رژیم سهیونیستی رو که دارای بالاترین درجات حفاظت بودن تونستیم مورد هدف قرار بدیم از طرف دیگه بالاخره تغییر معادلاتی در منطقه مطمئنا برای محور م... نفهم. کجا مورد هدف قرار دادی تونستیم مراکز مهم راهبردی مثل پایگاه های نیرو هوایی مثل مراکز اطلاعاتی جاسوسی رژیم صهیونیستی رو که دارای بالاترین درجات حفاظت بودن کجا مورد هدف قرار دادی نفهمیدم چی شد موشکات گرفتن تو آسمون چهار تاش خورده به نواتیم. جایی رو نتونستی بزنی میگه هدف قرار داری آها اونجا که داشتی آماده میکردی مورد هدفت بود نخورده که ببین عزیزم ببین شما یه جا میگی آقا این موشک الان تو دقت کن این موشک این مثلا پایگاه جاسوسی اسرائیل این موشک تعریف میکنی به این موشک آقا این موشک من بعد براتون هیچی کنم آقا این موشک میری میخوری به پایگاه جاسوسی اسرائیل این بزرگو دم بزرگو رفتم شد پایگاه زدی حالا تو میگه مصابیه میکنی ما پایگاه جاسوسی اسرائیل رو زدی اما این پایگاه جاسوسی اسرائیل تو این موشک رو فرستادی و اسرائیل با پدافند گنبد آهنی یا آمریکا یا فرانسه یا انگلیس در وسط را اینو زدن یعنی اینم یه موشک دیگه ایه که پدافند کرده اینو زده موشک تو در اینجا پوت شده اینم پایگاه جاسوسی اسرائیل همچنان سر جاشه خب اینجا تو دیگه نمیتونی بگی من اینو زدم به صرف اینکه تا هدفت کجا بود دلیل نمیشه که به هدفم زده باشی که آیه چی نگهداری شما به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس یعنی تا این حد هم مسائل رو نمیدونی ما باید برات بگیم چه خبره موشکات نخورده عزیزم تونستیم مورد هدف قرار بدیم از طرف دیگه بالاخره تغییر معادلاتی در منطقه مطمئنا برای محور مقاومت در بحث‌های دفاعی امنیتی با این عملیات وعده صادق حتما پدیدار خواهد شد 100 درصد من موافقم از الان به بعد شکستای محور مقاربت و البته تندتر می‌بینی ولی به اینکه دیدی بعد از وعده صادقت مهمترین پایگاه هشتون شعبی تو در استان بابلو دیدید که در ناکجا آباد زدن و منهدمش کردن از الان به بعد خیال اسرائیل راحت شد که گندگوی منطقه یعنی فوتوشاپ یعنی قدرت اول فوتوشاپ منطقه داره پروپاگاندا میکنه چپش خالیه داره بلوف میزنه و حالا اسب... اصلا برای چی اسرائیل الان نمیخواد با تو درگیر شه حالا فارغ از فشارهای بین المللی و آمریکا اینا منطق هم نبود بخواد با تو درگیر شه تو همین تحلیلم هم ما شب اول تو اسپیس آقای دولتشاهی گفت این قضیه رو منطق هم نبود با تو الان البته تبه جزای دولتی یار من دیدم که تحلیل هایی که داره توی رسانه های جریان اصلی آمریکا مطرح میشه تحلیلگری مستقل هم دارن همینو میگن منطقی دیگه نداره فعلا با تو درگیشه اون ایار تو رو فهمید تو نمیذاره سر جا دو سه سال دیگه میاد سر وقت جمهوری اسلامی به روش خودش که روش رژیم چنج باشه الان در دو سه سال آینده کار حماس و حزب الله و کل محور مقاربت و حتی در عراق و یا اینا رو از بین میبره اگر بتواند اگر نتواند عقیم سازی میکنه ناتوان سازی میکنه و شما خواهید دید از الان به بعد به قول ایشون بله تحولات نیروهای محور مقاربت دچار تغییر خواهد شد تغییر منفیس برای شما این تغییر برای شما منفیس دستاورد نیست به ذره شما خواهد بود خب این که زمان میخواد ببین ما یه ادعایی که کر... پارس ما این امشب اینا ادعا کردیم یادمون باشه شما بچهای مخاطبم یادتون باشه از این تاریخ به بعد ما شکست های محور مقاربت و یکی پس از دیگری خواهیم دید اینی که دارم میگم تحلیله ولی انقدر بهش مطمئن نه بهتون میگم صد درصد شکست های محور مقاربت رو خواهید دید برای که جمهوری اسلامی در دنیای واقعی دستش در حوزه نظامی رو شد حالا این آقا میگه بله محور موقعیت دستگاهش تغییر میشه این فکر میکنه دستاورد سازی براشون میشه نه شما دیگه دستاوردی نخواهید داشت اون معلوم میشه ببین هم این جنگ غزه من روز اول گفتم طول میکشه الانم دارم بهت میگم دو سه سال این قضا یا ما خواهیم دید چه اتفاقاتی میفته جنگ غزه ابتدای یک بازی بزرگه این از نظر دفاعی امنیتی شما اگه سیاسی دیپلماتیک این واقعه رو نگاه کنید این تقویت محور دیپلماتیک بین ایران و چین و روسیه در این اتفاق رخ داد و پشتیبانی کامل چین و روسیه در سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران یه دستاورد دیپلماتیک مهمی میتونه برای کشور تلقی بشه این که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با مسائل اسرائیل کاملا هویدا چین و روسیه در برابر آمریکا که باش رقابت های گسترده دارن اولا همچین حمایتی اصلا نکردن تازه بکنن هم فیکه اونجایی که تو میتونی بفهمی چین و روسیه دوستت هستن یا دشمنت یا هیچ کدوم کارت بازی قرارت دادن اصالت رابطهشون رو با خودت میتونی مورد ارزیابی قرار بدی اونجا در جلسات با امارات و سران کشورهای عربیه نه یه بار روسیه دست کم دو بار چین کرده روسیه هم دو بار دو بار بار, بار اول تو سر صدا کردی و بار دوم هم بهت گفته هیچ عددی نیستی دو بار آقای لاوروف جزایر سگانه رو در راستای سیاست های امارات اومد موزگیری کرد و امضا کرد و بله جزایر سگانه باید بره در دیوان لایه و دیوان بحثای حقوق بین و اینا دادگاه بین اونها اونا تصمیم بگیرن جزایر سگانه برای ایران یا امارات اونجایی که تو میتونی ایار رابطه چین و روسیه رو با خودت ارزیابی کنی در رابطه با اماراته وگرنه موضع چین و روسیه نه بابت حب به تو <تصفح> از جنس بغض به آمریکا بوده در جاهایی هم اگر در عرصه بین الملل موضعی میگیرن اون در موزه در راستای دفاع از تو نمیگیره صرفا میگه دماغ آمریکا رو بسوزونه تازه با آمریکا هم دعوای خونی نداره داره دماغ آمریکا رو میسوزونه با آمریکا بگه منم بازی بده سهمم رو بیشتر کن و تو اینو میذاری به عنوان دستاورت های خودت و من تعجب میکنم چجوری شما رئیس پجوهش های مجلسی یعنی خاک بایدام دلیل هم دقیقا هم همینه به این شما کسانی که دارن فکر سازی میکنن در کشور آقای نگهداری هستن میرن به خامینه میگن بعض مملکت ما اگر خوب بود باید تعجب میکردیم مسائل را جوری که دوست دارن یه عینکی گذاشتن آقا شما طرفدار استقلال یا طرفدار پرسپولیسی یه عینک ور می‌داری می‌ذاری تو چشت که این عینک رنگ قرمزه بر همه جای دنیا میگی به بچه قرمزه عین عینک قرمز زدی به به همه جای دنیا چقدر آبیه خب عینک آبی زدی اینا هم یه عینکی زدن پیروزی شیعه بعد همه چیز رو با این نگاه میکنن خب عینک تو در بیا چون عینک دنیای واقعی رو بهت نشون نمیده آن چیزی رو نشون میده که تو دوست داری ببینی اون رنگی رو بهت نشون میده که تو دوست داری ببینی در این دوست داشتن تو الزامن میتونه که ربطی به دنیای واقعی نداشته باشه نه تنها الزامن میتونه ربطی نداشته باشه ولی در باب شما عیزان ارزشی که من میتونم بگم الزامن هر آنچه که شما میگید در دنیای واقعی برعکسشه <laughs> این رو تجربه میگم البته <laughs> شد که هیچ توان لازم برای اقداماتی باید انجام بدن و نداشتن این یکی از دستاوردهای های به شما میاد اینکه اعتبار بازدارندگی ایالات متحده آمریکا اینکه چند بار اعلام کرد که هیچ همراهی نخواهد کرد بر حمله به ایران دیپلماتیک مهمی میتونه برای کشور تلقی بشه اینکه ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با مسائل اسرائیل کاملا هویدا شد که هیچ توان لازم برای اقداماتی باید انجام بدن و نداشتن این یکی از دستاوردهای دیپلماتیک به شمار همینجوری داره دستاورد سازی میکنه حالا این دستاوردار رو ولش کن این سخ و سی چی شد <applause> دیدم جهینا کانلای سپایی دوباره زدن که سخ و پنج میخواد بیاد اگر این سخ و پنج اومد تو این مدت حداقل چند ماه آینده که چه کنم یعنی این سخ و پنج چند سال دارید میگی سخ و, و پنج چی شد سخ و پنج فکر کنم مهاجراش به مانند پلیس یه چیزه این یارو پلیس نما هاست پلیس نما ها رو دیدید دیگه هیچ وقت دستگیر نکردن رفت تو محاق هر وقت پلیس نماها را اگر اینا دستگیر کردن سخو و هم روسیه به اینا میده <applause> میگه روسیه و چین آقا روسیه و چین به تو یه دونه پولی که تازه دادی پول سخو رو بخشش را اینا دادن چیزی رو که پولش را چند ساله دادی بهت نمیده همین استیسدار هم پولش را داده بودن سالها درگیر بودن یه چند تا دستگاه بگیرن سخو 35 زمانی به می اینا میده که دیگه سخو 35 در دنیا مهمانند S300 S300 اینا اون موقعی که میخواستن 20 سال پیش بود دیگه از عمر سخو... از عمر S300 مثلا فکر کنم 30 سال گذشته بود سخو ها مال 1970 دیگه من سخو S300 مال 1970 دیگه اینا کی میخواستن سال 2000 داشتن خودشونو رو که بتونن S300 بگیرن درسته یعنی 30 سال بعد از به وجود اومدن S300 اینقدر دهن اینا رو سرویس کرد آخرم ندادن بهشون ها سه چهار تا دستگاه دادن که الان یکیش که اسرائیل زد یکیش که اسرائیل زد حالا من میخندم این خنده ها تل خواه فکر نکنید من خوشحالم اینا خنده من من, من ما پیش خیلی حالم خراب بود من ببخشید عمرم ریش و موام داره سفید میشه چیکار کنم دیگه یعنی الان دارم این رفتار رو میبینم من برای که چون هر شب برنامه دارم تو این اخبارم چون فشار عصبی بهم به وارد نشه میزنم تو خط خنده شوخی و این خنده های من از درد بدتر ها درک کنن دوستان این خنده ها بابت این نیستش که خوشحال هم. ما اینقدر تحقیر شدیم تو حوزه بینان ملل این خنده صرفا بابت اینه که دووم بیارم بتونم برنامه اجرا کنم نه گریه داره این چیزایی که من دارم بهتون میگم همه چی رو برعکس هزار تا داره دستاورد سازی میکنه میخواستن حمله کنن به رفع نکردن اونجوری شد بالا شد پایین شد چرت و پشت چرت و بعدم اینکه در مورد اسرائیل میگه آقا بزن این یارو کانال بنگویر راه اندازی بشه البته یه خود طولانی خواهد بود در بنگویری که کانالی که در کنار کانال سوئز میخواد در حقیقت درست بشه یه سری از این اقدامات انجام بشه یا اون مسیر کریدوری که آمریکا داره در نظر میگیره از هند تا آلمان که از اسرائیل رد میشه اینا وقایدی تمام کشور امارات عربستان دو دستی به اسرائیل میچسبن اینکه اعتبار بازدارندگی ایالات متحده آمریکا این که چند بار اعلام کرد که هیچ همراهی نخواهد کرد بر حمله به ایران این خودش دستاورده که اعتبار بازدارندگی آمریکا رو هم در منطقه برای باید. همه کشورهایی که رو اون حساب باز میکنن این رو از بین میبره دستاورد چی میگیم دستاورد چی بوده میگه آمریکا همین که به اسرائیل گفت من حمله نمی کنم. در حمله تو به ایران من شرکت این دستاورد جمهوری اسلامیه این هر کی هر چی بگه تو میخوای دستاورد الان دیگه قلم داد کنی دیگه عزیزم اینکه آمریکا به تو حمله نمیکنه که این دستاورد تو نیست ببین تو چقدر سودرسان هستی به آمریکا که نمیخواد تو با تو سرشاخ بشه <تصفح> به واسطه تو انقدر تا حالا سلاح فروخته گفتم بهتون مؤسسه صلح استوکن بررسی کرد تحقیق کرد در تحقیقاتش گزارشش خیلی جالبه در پنج سال گذشته 200 میلیارد دلار آمریکا گفته آقا من نباشم جمهوری اسلامی قورتتون میدا امارات عربستان گفت آقا تو رو خدا به ما بده بگی باشه خیالتون راحت باشه من بهتون سلاح میدم و جاپاش هم داره صفر میکنه بعد از اتفاقات اخیر بایدن یه نقش پدرانه گرفت که آقا نگاه کنید آقای امارات آقای عربستان دیدید من منطقه رو ول نکردم تنشی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی رخ داد میتونست کل منطقه رو آتش بزنه من بایدن مدیریت کردم و اتفاقا جاپاش آمریکا سفتر کرد منتها این آقا دوست داره جور دیگه ببینه دوست داره بگه که آمریکا ترسیده از این جور حرفای واقعا صدمنیه دوباره حکایت اینه که فرمانده میگه آقا چرا این تکتیر اندازه رو نمیزنی دهنشو سرویس کنی قویه میگه نه خیلی هم اسکله میگه خب بزن دیگه میگه آقا برای چی بزنم اینو بزنم جایگزینش شاید قوی باشه هستش دیگه بنده خدا تیر رو هوا داره میزنه اگه یه آدم قوی بیاین هر ده تا تیری که میزنه یه سرباز ما کشته میشه ولی اگر من اینو بزنم یک سرباز تک تیر قوی بیارن از هر ده گلولش امکان داره 10 تا سربازمون کشته بشه پس برای همین نمیزنم پس برای همینه که آمریکا نیازی به چند حکومت نمیبینه چون با وجود لولو سازی که از جمهوری اسلامی داره میکنه حراسازی که از جمهوری اسلامی میکنه داره رو موج نفت کشورهای منطقه آقایی میکنه آقا آمریکا همین الان برای چی حوسیا رو بخواد نابود کنه با بستن دریای سرخ الان کلی اقتصاد آمریکا رو سرشار از پول گردن و بارها گفتم فروش نفت آمریکا در تمام این چهار که اوسیا این حرکت رو زدن از یک میلیون و دیویس هزار بشکه رسیده به یک میلیون و پونسد و بیس هزار بشکه در روز و اینا اینا مسائلی که آقا نمیخواد ببینه ایرادی هم نداره آقا مرکز پژوهش های مجلس تو پژوهشگری توی مجلس یا الان چیزی که من دارم میگم این حادثه غیر از دستاوردهای دفاع امنیتی غیر از دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک دستاوردهایی هم در زمینه مسائل داخلی برای کشور ما داشت ما شاهد یک افزایش سرمایه اجتماعی در این ایام با این حملات که صورت گرفت در بین مردم بودیم و رابطه مردم با نظام رو تقویت کرد شما یک همگرایی سیاسی بین جریان‌های سیاسی که شاید در موضوعات مختلف با هم اختلاف نظر داشته باشند شما در این حادثه دیدید که همشون به قوت از این قضیه دفاع کردن و یک همگرایی سیاسی در کنار سرمایه اجتماعی برای کشور ما رخ داد اصلا دستاورد بردیش که اصلا رسما دروغی است که یه چند روزه من میبینم که به خیلی از بچه مذهبی ها میان یعنی آقا حمله به اسرائیل باعث شد که یک دستاورد سرمایه اجتماعی برای ما ایجاد بشه و یه اتحادی بین ما ایجاد بشه مردم که من دارم میبینم همه هشتگ میزنن اسرائیل بزن و هوادار اسرائیل مردم ها آ بین شما بچه معصبی ها انقدر دعواست و با شما خودتون بچه معصبی اون اقلیت 16 درصدی آه شما ها یه مقدار با هم متحد شدید یا همتون اوکی شدید هم دلتر شدید آ سرمایه اجتماعی منظورتون اون 16 درصده آها چون مردم که کلا طرفدار اسرائیل هن یا خونسان یا حتی اونایی هم که ضد اسرائیلن ولی مخالف شما هم تعدیلشون بعدشون نمیاد اسرائیل بزنه مواضع شما رو اینه که من میگم که رو نمیگم با مردم در تماسم اسپیس گذاشتم مسائل دارم بررسی میکنم ای اینا اون تو اون فنجونشون اون ده میلیونی که از بین 90 میلیونن تمام اصل در باب این ده میلیون میسنجه مردم اینا هستن جریانات سیاسی این ده میلیونن کلا با اون 80 میلیون کاری ندارن تمام تحلیلش در چارچوب این ده میلیونه خب <applause> این احساس اقتدار و انسجام اجتماعی که الان که بخواد دشمن خیلی سعی میکنه حرکت های تجزیه طلبانه و قومینا رو دنبال کنه این اقتدار و انسجام هم در سایین عملیات در کشور در این ایام کاملا به بروز و ظهور رسید از چجوری به بروز و ظهور رسید اقتدارتون شما فقط اقتدار دارید علیه دختره ایران که تازه تو اونجا شکست میخورید اصلا ببین نظامی که تو کف خیابون لباس نظامیش افراد با لباس نظامی فرم بیان به تنبان دختران و به موی دختران و به تا شیوید موی دختران و اینا گیر بدن این نظام در اصل نمیتونه یک اقتدار با اصالت داشته باشه اینکه شما مثل یه بادکنک دارید واژه اقتدار رو باد میکنید این اصالت نداره اصلا تمام شد دیگه من یه جمله گفتم نظامی که با دختران مملکت میاد با لباس فرم و نظامی و پوتین و گشت ارشاد و ون گشت ارشاد و تو خیابون اون رفتارها رو میکنه نمیتواند دارای اقتدار با اصالت باشد اقتدار من من این چجوری بروز و زور پیدا کرد 300 تا موشک که بزنی نرسه به هدف همش راهگیری بشه اقتدار کشورمون بروز و ظهور پیدا میکنه این چه تع... تعریف چه جوری واقعا در می واقعا این این, این حرفایی که میزنی به خاطر این حرفا ما 300 400 میلیون تومن چون ایشو الان چون مرکز رئیس پژوه شد احتمال بالای 300 میلیون داره حقوق میگیره دیگه این حرفا رو میزنی که یه همچین حقوق نجومی از پول نفت ملت ایران بهت میدن همه اقوام و از همه جا به شدت اومدن برای حمایت از این حرکت سپاه پاسداران عزیزمون و, در یک کلامون حس غرور و اعتماد به نفس ملی که در این اتفاق برای جامعه شکر برای مردم ایران اینا سرمایه های بسیار بزرگی هستند که ما باید مختنم بشماریشون و در حفظ و تقویتشون بیش از گذشته فعالیت باشیم ببینید حس غرور اگر فیک باشه این اینو درست میگه یه حس غروری برای این عیزان شیخه است معشری ایجاد شد به مانند عین الاسد اگر حس غرور در باب عین من... الاسد عین که زدید ماندگار بود حملتون به اسرائیل هم ماندگار خواهد شد هر اتفاقی که در حمله به عین الاسد انجام شد بعدش دیدید دیگه خود مذهبی‌ها اومدن گفتن بزرگترین شکستمون بود آبرومون رفت حمله فیک بود به ما جواب نداد بعد از اون حمله فرماندهان ما رو بیشتر تو سوریه کشتن درسته اینا اینا حرفای من نیست این حرفای جریان مذهبیه مون تو جریان مذهبی تو روزی که شما اینو الاسد زدی خیلی خوشحال بودن ایرادی هم نداره من میگم که وقتی که شما یه عملیاتی میکنی چون فیک است اون خوشحالی و غروری که احیا میشه این اصالت نداره و دوام دوام نخواهد داشت خیلی زود از این عملیات فیکی که شما علی اسرائیل انجام دادید به زودی من ما که میدونیم داستان چیه مردم هم میدونن اون اقلیت ارزشی که الان خرکیفن تو فضای توییتر برای ما شاخبازی بازی دروانن به زودی اون اقلیت ارزشی از عملیات فیک و نمایشی شما در اسرائیل سرخورده خواهند شد این پیشبینیه و پیشبینی دوم هم بهت میگم که قطعا رخ میده بعد از عملیات وعده باطل شما علی اسرائیل ما به زودی شاهد ترورهای بیشتر سرداران سپاه در سوریه و منطقه خواهیم بود. پیش بینی سومو بگم که البته دیگه پیش بینی دیگه مال من میتونه زیاد نمیشه چون بلومبرگ هم تا یه حدودی پیش بینی کرده. البته بلومبرگ حالا دقیق نگفته، نخوندم کامل. ولی فکر میکنم کنم بلومبرگ امروز نوشته نمیشه زیاد کردیششو رو به نام خودم بدم. یعنی من این پیش بینی هم دارم تحلیل منه. به زودی شما سوریه رو باید خداحافظ بگید <applause> از سوریه میای بیرون به زودی از سوریه میای بیرون این خط این نشون اینا دستاوردهای های این وعده باطلته که میبینی بعد از این وعده باطل دیگه نمیتونی تو سوریه بمونی حالا معلوم میشه دیگه معلوم میشه داستان چیست به نظر من دستاورت های اقتصادی هم اگر ما خوب برنامه ریزی کنیم این وعده صادق میتونه برای کشور ما دا... شما موشک دارین موشک نرسیده به اسرائیل چجوری میتونید ازش دستاورد اقتصادی درست کنین مشتاقم بشنوم اولا که ببینید توان تسلیحاتی و ادوات جنگی و فناوری های پیشرفته نظامی جمهوری اسلامی ایران به رخ همه جهانیان کشیده شد بله من چند شب پیش این مارکیمیت رو آوردم افراد خیلی مهمی رو دارم بررسی میکنم از مؤسسه جورج واشنگتن از مؤسسه آتلانتیک شمالی که یکی از کارکناش هم آقای فرزین ندیمیه تو اونجا تو آتلانتیک شمالی رو میده دارم اینا رو بررسی میکنم تو حوزه نظامی چون حوزه نظامی قوی نیستم تلاش میکنم آدمایی که قوی ترن رو گوش کنم دارم بررسی میکنم از خودم هم بالاخره میگم قوی نیستم یا یعنی که مثلا نظری ندارم و خود خبرم دیگه تو اخبارم ولی خب اون تخصصی که نیاز دارم که یه خود محکم تر صحبت کنم ندارم برای همین کمک میگیرم از کسانی که تخصصی دارم دارم بررسی میکنم همه دارن میگن که آقا جمهوری اسلامی دستش رو شده بعد این میگه که ما قدرتمون رو نشون دادیم اصلا شاخ پشمام ریخته الان من اعتقاد دارم ما اگه خوب برنامه کنیم یک بازار بیش از پ... آقا اونایی که کار نظامی میکنن میگن بابا خدایی شما ها هیچ روشات هیچی ندارید خداییش یه دروغی رو حالا از اون شب دارید توی وعده باطل میگید یواش یواش باورتون داره میشه عین داستان عین 5 میلیارد دلاری میتونیم برای تسلیحات نظامی ایران داشته باشیم و در این سهمی در این بازار داشته باشیم و در اقتصاد تسلیحات نظامی بتونیم جای خودمون رو در دنیا تثبیت کنیم با توجه اینکه به اثبات رسید توانمندی نظامی و فناوری های پیشرفته دفاعی جمهوری اسلامی ایران کنتور نمیندازه اونم میگه بله عزیزم موشکات که اتفاقا برعکس اگر شانسی وجود داشت که شما سلاحی بتونید بفروشید در عرصه بینالملل، با حمله وعده باطل دیگه کسی موشکتا نمیخره مثلا شما توی نمایشگاه قطر باور 373 رو برده بودید دیگه که آقا این باور 373 ما پرافند خفه میه الان دنیا این سوالو میکنه آقا چجوری این پدافندای تو قویه نه تا موشک پاکستان اومده بعد از جنگ ایران و عراق تنها کسی که به ما موشک زده ابتدا پاکستانه با نه موشک نه تاش هم اصابت کرده که البته یه تعداد اطباع خارجی رو به قول آقایون کشته باشه بعد سه تا موشک اسرائیل زده سه تاش هم خورده تازه اون پدافندت که باید مراقبت میکرد از آسمان ایران از خودش نتونسته محافظت کنه چون این موشکا به خودش خورده به خود پدافندت خورده من الان مثلا خریدار پدافند هوایی باشم از از سال میکنم میگم آقا شما سالا تو جنگ نبودی بعد جنگ ایران و عراق دو تا حمله بهت شده مجموعا دوازت و موشک راهی مملکتت شده این دوازت تا موشکی که راهی مملکتت شده این تاش هم به هدف نشسته من چرا باید الان پدافند هوایی از شما بخرم حالا موشک میخوایم بخریم شما در اولین جایی که موشک زدید و پدافند داشته چون به این که شما زدید سری اول شیش تا به سوریه بود که داعش رو زدید بعد از اون دیگه موشک درمانی کردید سمت اربیل و یه دونه هم سیزده تا موشکی زدید سمت عین که دوسته تاش خودش تو راه خراب شد نه تا موشک هم که خود تو عین اسد اینال هم پدافند هوایی نداشت اولین عملیاتت که پدافند هوایی داشته دشمن تمام موشکات گرفته من به عنوان خریدار موشک چرا باید موشک تو رو بخرم؟ سوال دیگه برعکس بعد از عملیات وعده باطل و این اتفاقات نه در حوزه آفندی نه در حوزه پدافندی هیچ کس دیگه تسلیحات نظامی تو رو نمیخره اگه میخواست بخره الان با این چیزا میگه آقا هیچ کدوم نتیجه نده تا 300 تا موشک فرستادی تقریبا از این 300 تا 295 تاش منهدم شده 5 تاش هم تازه خود به بر و بیابون حتی به در و دیوار نخورده عکسای ماهواری نشون میده خوده به بر و بیابون حتی به در و دیوار نخورده موشکات این اتفاقا این عملیات ثابت کرد که دستت خالیه چرا کسی باید از, از چیزی بخره این برعکس میکنه پوفیوز میگه الان میان از ما حالا می... میبینیم دیگه در حوزه اقتصادی اگه کسی از اینا تسلیحات نظامی خرید اون وقت شما بگید که آقا امید دالادی چرت و پرت گفتی بفرمایید از طرف دیگه شما میدونید رژیم سهیونیستی یک کریده ای رو تحت عنوان آیمک هست دنبال میکنه برای اینکه هند رو از طریق بندر حیفا و کنه به دریای مدیترانه بله. از اون طرف ترامپ هم اون موقعی که رئیس جمهور به طور آشکار مطرح کرد که یکی از عللی که آمریکا میخواد در منطقه در سوریه باقی بماند این است که برنامه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت رو که دارن دنبال میکنن یه کریدور محور مقاومت را اندازی کنن این کریدور یه خط ریلی است که از ایران و عراق و سوریه رد میشه از بصره رد میشه از بوکمال در مرز ایران و سوریه و عراق رد میشه بعد در لازقیه در سوریه و در انتها میرسه به سواحل مدیترانه در فلسطین اینکه آمریکا سعی میکنه این محور مقاومت رو ناامن کنه و این کریدور تجاری که میتونه ارزش افزوده اقتصادی بالایی برای جمهور اسلامی ایران داشته باشه و برای محور مقاومت و زنجیره ارزش اقتصادی در این حمل و نقل ها در این کریدور شکل بگیره بله. میخواد اینو ناامن کنه برعکس آیمک رو فعال کنه این حمله که صورت گرفت به نظر من دیگه کریدور آیمک رو باید فراموش کنیم ما نشون دادیم که امنیتی در این کریدور نیست که بخواد اسرائیل محوری باشه برای شکلگیری زنجیره از... همش داره مزخرف میگه اصلا این کریدوری که میگه کش بگو کماله که خود عراقی ها به خاطر دستور آقای سودانی جلوی کالای ایرانی رو گرفتن که از این در حقیقت کریدوری که این همه خود سلیمانی و اینا رفتن و به قول خودشون شهید دادن الان سودانی داره آدم حسابمون نمیکنه نمیذاره از بوک کمال ما بتونیم از همین کریدوری که ایشون داریم میگه اقدامات شایان نکنیم تازه اجازه بده شما پوفیوزه اهل کار اقتصادی شما کل ذهنتون جنگیست این همه سال بشار اثر بیچاره سوریه رو در اختیارتون گذاشت دید شماها ارزه ندارید آقا من ولش کن دیگه کار رسید به این پسر مقصود لوه کیه مجریه برنامه سریا. این یه چند تا برنامه مستند خوبی داشت خدایی بلند شد یه دور رفت آفریقا یه دورم بلند شد رفت سوریه و مستند سوریه رو ساخت آقا دیگه من دیگه اصلا میگم منو ولش کن دیگه این مقصودی هم که توی توییترم هم ما رو بلاک کرده مرتی که با اون قیافه النگش این بلند شد رفت توی سوریه و واقعا هم مستند جالبی بود رفت در بندر بانیاس و رفتش در بندر لازقیو. و اونجا اتفاقا رستوراناش هم رفت غذاهای خوبی هم خورد و فیلماش هم گرفت اون داشت رفت با تاجرای سوریه و ایرانی صحبت کرد آقا جمهوری اسلامی داغونه کمک نمیکنه یعنی اصلا بحث این موشکا نیست الان بشار اسد بانکاش اجازه نمیدن به تاجر ایرانی که یه بانک مشترکی میخواستن بذارن بین ایران و سوریه بانک مرکزی ما امضا کرده قضیه رو بانک سوریه امضا نکرده این که دیگه حرفای من نیست حرفای رئیس تو چیز شماست رئیس بازرگانی شما تو سوریه است اون اعلام کرد گو آقا ما همه مسائل برای ارتباط اقتصادی با سوریه آغاز کردیم بشار قبول نکرده بشار اسد هم حق داره برای که سالها یه نزدیک ده سال اونجا رو سپرده به شما گن زدید برای همین گرایش پیدا کرده در حوزه اقتصادی به محمد بن زاید در دمشق و در شهرهای شمالی سوریه گرایش پیدا کرده به اردوغان در حوزه اقتصادی با توجه به اینکه با اردوغان در ادلب درگیره یعنی تا کجا تو میخوای مزخرف بگی ببین تو اطلاعات مردم ندارن تو هم پشت سر هم بیچاره اون مجری هم اونجا نشسته تو پاچش داری میکنی پشت سر هم داره گزاره های غلط یعنی رسما داره دروغ میگه برای همه اینا آقا اگه قرار باشه با چهار تا موشک شما بفرستید دست دستاورد داشته باشید که همه دنیا الان دستاشو میده رو موشک مرتی که پفیوز به این چرت و پرتا چارت کارخونه را بنداز به جای این چرت پرتا این شریعت تخمی اسلامی رو وردار که در تضاد با بخش قابل توجهی از اقتصاد پویاست از فروش مشروبات الکلی یا کارخونه های همین کارخونه مشروب ما بزنیم این چقدر افراد شاغل میشن میدونی این شریعت اسلامی در چه تضادیه با بخش قابل توجهی از اقتصاد پویا چهار تا کنسرت و دیسکوهای شبانه اینا میدونی چقدر درآمدزاه بچه ای این چرت پرتو پرت برو کارخونه زمین کشاورزی رو چیز کن معادن رو راه اندازی کن اگه قرار باشه چهار تا موشک آدم بزنه اینقدر دستاورده اقتصادی داشته باشه دیگه کسی ببخشید کارخونه را نمیندازه میگه موشک پراکنی کنیم چقدر شما بچه شیاخ بی جنبید 1400 سال شکست خوردی تهش هم چهار تا موشک در پیت داری که الان به ما ثابت شد در پیته یه موشک داری حالا همون یه دونه فناوری موشک و هی رو حالا یکیش رنگش رو عوض میکنی بدنش رو کلوف میکنی بدنش رو باریک میکنی دراز میکنی کوتاه میکنی هزار تا اسمم رو موشک... موشکات گذاشتی میگی ما اینقدر موشک داری آقا این توش مایه چیه؟ مایه نوشابه است حالا نوشابه رو تو یک ظرف مربعی بریز تو یه لیوان بریز تو همشون شکل اونو میگیره ولی محتوا عوض نمیشه موشکای تو همینه همه‌اشم هم که ثابت شده من نمیگم که دیگه عملیاتت داری میگه بعد هی نشسته میگه آقا ما موشک زدیم الان انقدر دستاورد داشتیم چرت و پرت نگید دیگه آقا اینا دستاورد سازیه دیگه یک بار صحبت مغز نمیکنن که آقا ما یه جا بریم یه کارخونه ای بزنیم این کارخونه هایی که تعطیل شده دوباره راه اندازی کنیم تو پوفیوس کاری کردی یک پزشک ما نداریم دیگه تو ایران پزشک چشم پزشک نداریم پزشک مغز نداریم جراح قلب دیگه نداریم ما تا همین ده سال پیش در دوران اون روحانی پدرسک ما در دوران روحانی دست کم کشور اول منطقه بودیم در پزشک جراحی قلب الان نداریم از اینا به یک ذریم رسیده به دندان پزشک دندان پزشک که دیگه آقا تو سر سگ تو دنیا بزنی دندان پزشک ایرانی ریخته دندان پزشک ایرانی نداریم تو ایران میخوام برن در نوپزش که از افغانستان بیارن پرستار نداریم و این النگ نشسته میگه ما موشک زدیم دستاورد داریم دستاورد سازی داره میکنه به جای این چرت و پرتا به جایی که موشک بزنی دستاورد سازی ذهنی بکنی برو یه کاری کن این ها فرار نکنن شرکت های دانش بنیانت همش به خاک رفته شرکت های دانش و آقای اردوغان داره جارو میزنه تمام کسایی که دانشمندان شرکت های دانش رفتن ترکیه یه راهی بزن یه موشکی بزن که این دانشمندای ما ترکیه نرن توی بخش دانش بنیان چرت و پرت داری میگه ازش اقتصادی منطقه این که قدرت های بزرگ جهانی در منطقه غرب آسیا دارن راهبرد سازی میکنن در این هیچ شکی نیست بالاخره چین داره با یک خیزش اقتصادی بدون حاشیه سازی های سیاسی داره تلاش میکنه که قدرت اقتصادی خودش رو در این منطقه نفوذ بده و بیاد جلو بلد بلد. یه قدرت هم روسیه است روسیه هم دارای یک توان نظامی و امنیتی بالاست به طور سنتی در این منطقه اقتدار داشته و داره با استفاده از ظرفیت های نظامی و امنیتی خودش داره در منطقه راهبردهای خودش رو پیش میبره از این طرف هم ما حضور آمریکا رو داریم که همیشه به دنبال سلطه طلبی خودش در این منطقه از سال‌های گذشته بوده روسیه رو نمیگه سلطه طلبی را آمریکا رو میگه <applause> عجب و میخواد مثلا از بوده های حکمرانی که به کشورهای منطقه تحمیل میکنه و نفوذ سیاسی داخت ایران مرسی بابت عضویتتون در یوتیوب ما زنده باشید آسی خودش رو در کشورهای منطقه افساوش میده دنبال منافع خودش در منطقه غرب آسیا این عرصه سیاست خارجی و بین‌الملل عرصه منافع ملی است ما نباید هیچ عقد و قوتی با هیچ کشوری داشته باشیم این است... اولین حرف مغز بالاخره یه حرف مغزی زد آقا با اون رئیس بخش پژوهش های مجلس پشمام این همینجوری انقدر داشت مزخرف میگفت پشمام ریخت بالاخره یه حرف مغز ازش در من عرصه بین الملل عرصه منافع ملی ما با کسی نباید عقد و اخر رو داشته باشیم آفرین آفرین چه عجب بالاخره یه حرف منطقی زد اینم به خدا از ما یاد گرفته میشینم برنامه ما رو میبینم <تصفح> به خدا جدی میگم اینا خیلی هاشون مشتریای خود من بودن <تصفح> ما هم میگن سیاست خارجی متوازن باید برقرار بشه ما باید شرکای مختلف خودمون رو در منطقه آفاری. از قدرت جهانی و همسایگان متنوع و متکثر بکنیم تا جایی که میتونیم با خارجی متوازن به تناسب فرصت ها و موقعیت های مختلف آنچه که محقق کننده منافع ملی کشور ماست به دنبال این باشیم ممکنه یه جا نزدیک شدن با روسیه برای ما منافع ملی داشته باشه آفنی. یه جا چین یه جا مذاکره با آمریکا در موضوعات مختلفی که میتونه منافع ملی ما رو داشته باشه راه برد توسعه متوازن ما رو دنبال کنه میتونی حرف درستم پس بزنی آقا این میتونه حرف درستم بزنه پس بالاخره من من داشتم ناامید میشونم پول مملکت دارن به قشن به خاک میدن چه عجب پس فهمیدی سیاست درست سیاست توازن با کشورهای خایکاری که عربستان انجام داد نرفت چشم بکنه بعد از اینکه آمریکا شما استان بقیق عربستان رو در سپتامبر 2019 زدید و آمریکا عربستان رو کرد محمد بن سلمان نرفت بگه درود بیاد آمریکا اینو نگفت ولی چین و روسیه رو گفت آقا بیا تو کشور من سرمایه گذاری کنید بعد آمریکا گفت چیکار میکنی گفت کاری نمیکنی من که عاشق تو هم آمریکا جون تو چین و روسیه هم رفیقا من دارن میان اینجا سرمایه گذاری میکنن آمریکا اونجا دوزاریش افتاد بعد که توی داستان زدن پهبات های جمهوری اسلامی شد عربستان برای که به آمریکا بگه من با تو دشمنی هم نکردم کنار آمریکا و ایسا جمهوری اسلامی رو رهگیری کرد بعد به آمریکا گفت من دشمنی خونی با تو ندارم در راستای منافع هم میخوام با چین و روسیه هم باشم با تو هم هستم به چین و روسیه ربطی نداره من با تو دوستم راستی بایدن به تو هم ربطی فکر نمیکنم داشته باشه من با آقای پوتین و با چین دوستم درسته بعد بایدن گفته آره دیگه درسته گفته آها آفرین بهش میگن سیاست توازن نه جمهوری اسلامی که همه چی رو ناموسی میکنه با اسرائیل ناموسی میکنه با آمریکا ناموسی میکنه خودش رو تو دامن چین و روسیه میبره و بر سر جزایر سگانه کارت بازی چین و روسیه میشه این حرفاش درسته این حرفاش اولین حرفای درستیه های درست که داره میزنه من اعتقاد دارم تا الان ما از ظرفیت های اقتصادی که اقدامات و توانمندی های و نظامی ما و مبارزه ها و محور های مقاومت ایجاد کرده به تناسب استفاده لازم رو نبردیم و لازم هست که یک تقویتی در این حوزه صورت بگیره واقعیتش این است که محور مقاومت فقط دفاع نظامی نیست و همه میتونن مجاهدین محور مقاومت باشن همچنان که شما تحولات منطقه رو در ارتباط با مقاومت مروری با هم داشته باشیم بله. میبینید که این جنگی که بر ایران داره تحمیل میشه بر محور مقاومت داره تحمیل میشه صرفا جنگ نظامی نیست جنگ اقتصادی هم تو همان با اون هست نه. جنگ فرهنگی هم داره انجام کاملن. میشه جنگ اجتماعی هم و نه جنگی که داره به محور مقاومت تحمیل میشه 7 اکتبر رو محور مقاومت انجام داده این جنگ رو شما تحمیل کردید به اسرائیل برعکس نگید این مزخرفاتش حالا دوباره شروع شد سر محور مقاومت بذاریدم چی میگه داره انجام میشه بنابراین ما اگر برای محور مقاومت داریم برنامه ریزی میکنیم اولا باید این رو یک نبرد همه جانبه فرض کنیم نه یک جانبه اولا اینکه میگی میگیم ما برای محور مقاومت داریم برنامه ریزی میکنیم در عمل که محور مقاومت هر لازم بوده درتون مالیده شما دارید از نظر مالی حماس و حزب الله و هشت شعبی و این بازیگران رو دارید در حقیقت تامین مالی میکنید ولی اونا همچین هفت شنوی هم ازت ندارن در عمل در عمل هفتم اکتبر بیشتر هفت شنوی داشتن از آقای پوتین خودت بهتر میدونی ببین اینکه حالا بعدش به هر دلیلی شاید اسرائیل خودت بخواید بگیر هفتم اکتبر پشت سر شما بوده مثل داستان زایدی که اتفاق افتاد اینا گفتن ما اصلا کردیم اینه که خودت میدونی شما نکردید هفتم اکتبر واقعا جمهوری اسلامی بی خبر بوده اسرائیل و آمریکا هم تایید کردن نه بابت اینکه میترسیدن با جمهوری اسلامی درگیرشن نه واقعا دیتا این بود خود جمهوری اسلامی هم اول تایید کرد نه اینکه میخواست گردن نگیره واقعا همه شواهد نشون میداد کار کار روسی از دست کم هک شدن دوربین های امنیتی اسرائیل توانش در دست حماس و جمهوری اسلامی نیست این توان روسیه داره برای همین هم همون موقع هم خیلی از یهودی ها روسیه رو تهدید کردن در نهایت هم انتقام کشتار هفتم اکتبر رو از همون جنس هفتم اکتبر از همون جنس با یک گروه اسلامی به اسم داعش در مسکو در کنسرت گرفتن دقیقا از همون جنس اگه دقت کنید پوتین هم الان دیگه زیاد نمیگه این کنسرت ما اینجوری شد کار اوکراین کار کیه بریم مثلا بگیریم ما دوزاریش افتاد اسرائیل بهش گفت تو هفتم اکتبر پشت حماس وایسیدی ایرادی نداره بچش تا من همشو منم الان پشت این داعش اینجوری کردم با من که نمیخوای درگیشی من هم, هم اتمی هم 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 که من اسرائیل هم بعد به حال لابی های قوی اسرائیل هم بالاخره همه جا وجود دارن م... شما دقت کنید مسکو و پوتین و در حقیقت روسیه هیچ حرفی از عملیات کنسرتشون دیگه نمیزنن شما فهمیدن از کجا آب خورده دیگه پس تو که این فقط پول پراکسی رو هم میدی که در عمل که اینا کارت بازی روسیه هم شدن در هفتم اکتبر حالا هی زر میزنه دفاعی نظامی و برای حوزه‌های های مختلف این نبرد و این جنگ ترکیبی که از سوی دشمن به ما تحمیل میشه برنامیزی داشته باشیم اینجا هم اقتصاددان های ما میتونن در بحث جنگ اقتصادی ورود داشته باشند. هم حقوقدان های ما میتونن در مسائل حقوقی دادگاه های و نظایر که میتونن بر علیه رژیم و آمریکا و نظایرین اقامه دعوا کنن حضور جدی داشته باشند. هم متخصصین ما و اندیشه ورزان ما دانشگاهیان ما اصحاب علم ما بتونن انشالله در این محور مقاومت بالاخره برای پیش برد و پیشرفت علمی و فناورانه محور مقاومت برای ساختن فلسطین آینده برای برنامه‌ریزی برای فلسطین آینده خوابش رو ببینی فلسطین پس از اسرائیل نشه. باید از الان اندیشکده های ما دانشمندان ما ام. بتونن مستشاری فقط مستشاری نظامی که نیست بله. محور مقامت همچنان که به مستشار نظامی نیاز داره به مستشار اقتصادی به مستشار فرهنگی به مستشار علمی نیاز داره این مگه من... هزیان گویی ها داره هزیان میگه عزیزم ماهیت جریانات اسلامی به جمع محور مقامت اینا ماهیتشون یا قاچاق یا راهزنی در حوزه اقتصادی مهدی جمشیدی به آقای بیژن عبدالکریمی گفتی یه گفت شما چرا همش فکر میکنید در حقیقت الگوی پیشرفت توسعه است الگوی پیشرفت میتونه قاچاق باشه قبلا احمدی نژاد برداران قاچاقچی گفته بود الگوی پیشرفت میتونه راهزنی باشه کاری که الان حوسیا میکنن کشتی دزدی باشه چرا الگوی پیشرفت فکر میکنی همیشه توسعه است توسعه که اصلا چیز بدیه از نگاه آقایون تاریخ شما یه تاریخیه در حوزه اقتصادی راهزنی و باجگیری در حوزه دیگه صرف هم صرفا فقط شما ذهن نظامی دارید اونم نظامی در حقیقت لاتولوتی جنگ های تن به تن و لات و لوتی و کارهای تروریستی ذهن شما فراتر از کار تروریستی در حوزه نظامی هم نمی گنجد هر عملیات کلاسیک نظامی هم خواستید انجام بدی نه فقط شما کل جهان اسلام هم میشه شکست خورده از آندلس اسپانیا بگیر تا جنگ 6 روزه 1967 که هم سوریه شکست خورد هم اردن شکست خورد هم عراق شکست خورد و هم مصر کل صحرای سینا رو اسرائیل گرفت یعنی شما من بگو جهان اسلام از منتهای بچه شیعه باجناق باز تا منتهای سنی و وهابی شما کجا تو جنگ های کلاسیک در حقیقت ارتشی شما تا پیروز شدید تو همه جنگ های کلاسیک شکست خوردید قدرت اسلام در حوزه نظامی کار تروریستی است داعش که در یک جنگ کلاسیک که هیچ شرکت نکرده داعش پیروزیاش همش در حوزه تروریستی بوده و در هر جایی که باش جنگ کلاسیک شد حتی از این بچه شیای باجناق بازی که بخش مقاربتشون حسابی پاره شده بودم شکست خورد درسته شما بچه جریانات اسلامی پیروزی با اصالت کلاسیک آنچنان ندارید نمیگم ندارید کلا در طول تاریخ باید با ذره بین بگردیم پیدا کنیم پس این چرتا پرتایی که تو داری تف میدی همش صفر تا صد مزخرفه شما گروه های محور مقاومتت گروه های شرارت هستن تهش بلکه ذهن اسلامگرا اینه ذهن اسلامگرا در حوزه کارهای اقتصادی بدون اقتصادی خارج از راه راهزنی و خارج از زورگویی که بگیم که اقتصاد با اصالت در حقیقت منطقی در چارچوب دنیای مدرنه نخواهد داشت چون ذهن شما شما مریضید شما مسلمونید دیگه مریضی آقا و به همین روک دارم بهت میگم چون نگاه مذهبی نگاه آلوده است ذهنت را کوچک میکند مرکز پژوهش ها هم پایگاه مقاومت بسیج مرکز پژوهش ها که آر... آرزو اندیشی داره میکنه آرزو بر جوانان اب نیست ولی برای بر تو دیگه جوونم نیستی دیگه عملیات طوفان الاقصی انجام شد یک نظر علمی رو فراخان دادن از همه پژوهشگران در کشور به سه زبان انگلیسی و عربی و فارسی هم این نظر علمی اعلام شد از همه محققین و پژوهشگران و حتی همه دلسوزان ملت ببخشید ت... این برنامه رو جمعش کنیم این دیگه داره خیلی زر میزنه ببینید این حرفایی که ایشون داری میزنه این مال ابتدای دهه 90 بود که جنگ سوریه شروع شده بود و آقا ما کریدور هامون رو باید بر اساس کار نظامیگری در سوریه باز تعریف کنیم ما باید بریم از بشار اسد دفاع کنیم حرفام اشتباه نبود هر چیزی اقتضای زمان خودش میخواد اقتضا در اون موقع تا اول دهه 90 بود هنوز شبکه‌های اجتماعی انقدر بالا نیومده بود هنوز ما هیچ چیزی هیچ شبکه اجتماعی خیلی ممنون وارتان لایو نداشت یعنی نه اصلا اینستاگرام که سال 2014 15 اومد فیسبوک هم از سال 2015 لایوشه شروع کرد این اتفاقات و این حرفا مال ابتدای دهه 90 که میشه 2011 یعنی الان عربستان هم اگر میبینی داره عربستان و کشورهای منطقه به مانند امارات و اینام اگر داری میبینی دارن میرن به سمت یک پیشرفت اقتصادی که قابل احترام باشه که هنوز نیست هنوز چون اقتصادش نفتیه اما گامهایی هایی رو عربستان ورداشته برای درآمدزایی غیر نفتی که این میشه قابل احترام اگر داره اونجا میده که هنوز البته موفق نشده بگم بهتون موفق نشه ولی اگر داره یک نشانه هایی رو نشون میده که موفق بشه به خاطر چیه به خاطر شریعت اسلام زدایی است داره شریعت زدایی میکنه بابت شریعت زدایی شه. برای ممنوعیت صدای اذان در مدارسه برای اینکه داره جلوی شریعت اسلامی رو میگیره شریعت اسلامی رو داره مدیریت میکنه داره محدود میکنه تازه همه این کارا که محمد بن سلمان کرده تازه شده مقدمه آغاز یک اقتصادی که ما بتونیم در حوزه با اصالت بگیم بله قابل احترام است اقتصاد اقتصاد گشادی نفتی نیست اقتصاد اقتصاد گشادی استخراج طلا نیست بعضی جا معادن طلا دارن طلا استخراج میکنن این که دیگه اقتصاد با اصالت نیست اقتصاد با اصالت یعنی صنعت توریسم به مانند اسپانیا اقتصاد با اصالت یعنی تولید حالا میتونه تولید ساعت در سوئیس باشه تولید شراب در در حقیقت در فرانسه باشه یا تولید دیگه ماشین آلات سنگین در چین یا جاهای دیگه یا مثل جنرال موتور آمریکا باشه بستگی دیگه طبقه بندی داره دیگه این اقتصاد با اصالت قابل احترام یعنی اینکه یکی نفت استخراج کنه مثل کشورهای عربی اینکه ببخشید این اقتصاد قابل احترامی نیستش که اقتصاد قابل اعترام در صنعت توریست یعنی تو یه جایی یه فضای امنیتی ایجاد کردی که توریست میتونه با خیال راحت بیاد اونجا و در حقیقت یه فضای زیر ساخت توریست آماده کردی که توریست بیاد اونجا لذت ببره و پول بریزه تو مملکتت اینا اینا اقتصاد منطقیه یا تو کارخانه هایی رو داشته باشی تولیدات مهمی داشته باشی بنابراین این چیزایی که این آقا داره میگه اولا در مورد عملیات وعده باطل صفر تا صد محملات است اینا اینا گویی است در بخشای دیگه هم در چارچوب اقتصاد داره میگه آرزو اندیشی های فانتزی است ما تا مادامی که من یک جمله بگم این برنامه رو جمعش کنم تا اسلام کفن نشود این وطن وطن نشود این یک شعار کلاسیکه اما واقعیت میدانیه چون صرفا این شعار شعار کلاسیکه که نمیشه ردش کرد این واقعیت موجودی البته 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 اسلام ما نابود کنیم از ایران مثلا اسلام هم تضعیف بشه اسلام هم در ایران نباشه ای اینا به منزله در حقیقت این نیستش که ما وضعمون خوب میشه تازه آغاز بدبختی همونه. تازه باید بریم ببینیم چیکار باید بکنیم من میگم پیش نیاز این که ما بتونیم به سمت پیشرفت بریم اینه که باید این دینه رو بذاریم کنار در تمام ابعاد که دیگه طولانی نکنم سپاسگزارتون میشم پاینده ایران خواهشم برنامه‌ام لایک بکنید که تعداد بیشتری با ما همراه تا فردا شب بدرود